لبيك سلام به پادکست ویژه مناسک حج ایندیپندنت فارسی خوش آمدید. فلسفه ی حج در اسلام یا فریزه حج پنجمین رکن اسلام و سنت ابراهیم پیامبر است مسلمانان در دهه اول آخرین ماه قمری زلحجه به مسجد الحرام در شهر مکه در عربستان سعودی می روند و مناسک خاص آن را به جا برند ای مردم حرمت پروردگارتان را نگاه دارید که زلزله روز قیامت واقعی بزرگی است روزی که هر مادر شیر دهنده ای را می بینید که طفل شیر خارش را از یاد می برد و حتی هر حامله جنین خود را از عظمت آن روز می اندازد. هر فرد مسلمان واجد و شرایط که از نظر جسمی و مالی توانایی ادای این فریزه را مطابق با احکام شرعی داشته باشد باید یک بار در طول عمرش این فریزه را ادا کند. حج افزون بر واجبات و مستحبات دیگر چهار رکن اساسی دارد که عبارتند از احرام، توقف در عرفه، تواف زیارت و سعی بین صفا و مروه. بر او شیطان چون نوشته شده که هر کس او را دوست بدارد او نیز گمراهش گرداند و به عذاب آتش راهنماییش کند. در واقع حج نمایش تمکین مسلمانان در برابر خداوند بزرگ و نماد همبستگی آنان است. این فریزگ بزرگ در سال نهم هجری که به عام الوفود مشهور است فرض شد. البته پنج رکن اصلی اسلام عبارتند از شهادت این. اقرار به دو شهادت به یگانگی خداوند لا اله الا الله و نبوت پیامبر اسلام محمد رسول الله نماز زکات روزه حج هرچند نماز روزی پنج بار زکات سالی یک بار و روزه ماه رمضان هر سال یک بار تکرار می شود حج در طول عمر فرد مسلمان فقط یک بار فرض است از سوی دیگر ارکان اسلام به دو بخش بدنی و مالی تقسیم می شوند. نماز و روزه عبادت بدنی و زکات عبادت مالی است. اما حج فریزه است فراگیر که ادای آن مستلزم هزینه مالی و فعالیت بدنی است. بنابراین فریزه حج ویژگی های بسیاری دارد که در ابعاد گوناگون زندگی انسان آشکار می شود. ای مردم، اگر در مورد زنده شدن دوباره در شک و تردیدید توجه داشته باشید که در ابتدا ما شما را از خاک آفریدیم و آنگاه نطفه کردیم سپس لخت خونی شدید و بعد پار گوشتی به صورت تمام و ناتمام این کارها را کردیم تا قدرت خود را بر شما آشکار کنیم و در رحمها آنچه را صلاح بدانیم تا مدتی معین حفظ می کنیم سپس شما را چون کودکی بیرون می آوریم، تا به رشد و تکامل خیش برسید در اینجا تنها به چند ویژگی عمده حج اشاره می کنیم وحدت شگفتانگیزترین حکمت مشهود در حج احساس وحدت و همبستگی است که در حد اعلای مفهوم انسانیت به برکت اسلام به وجود می آید. بگونه ای که عالم و جاهل، کوچک و بزرگ، زن و مرد، سیاه و سفید در کنار یک کانون و بر اساس یک قانون میجوشند و میخوروشند، می روند و میدوند، مینشینند و برمیخیزند و این خیزش و خروش، رفت و بازگشت، چرخیدن و گردیدن همه در یک جهت و در یک خط و در یک مدار و بر یک محور است و اوج وحدت و همبستگی مسلمانان را آشکار می برخی از شما می و برخی دیگر به سن سال برده خواهند شد تا جایی که از فرد پیری هرچرا خانده و دانسته است فراموش کند. حتی زمین را در ابتدا خشک و مرده و بیگیاه میبینی اما هنگامی که باران را بران نازل کنیم به حرکت در آمده جان میگیرد و متعاقب آن انواع گیاهان زیبا و شاداب را میرویاند همه اینها به این دلیل است که او حق است اوست که مرده را زنده می کنند و بر هر کاری تواناست بعد اخلاقی مهمترین فلسفه حج دگرگونی اخلاقی است که در انسان به وجود می آورد پوشیدن احرام فرد را به طور کلی از مناسب و مواهب مادی، امتیازهای ظاهری، لباسهای رنگارنگ و زر و زیور فارغ می کند و میان مسلمانانی که در این تجمع بزرگ جهانی حضور دارند هیچ تفاوتی باقی نمی ماند. هیچ تفاوتی میان فقیر و ثروتمند و میان گروه های قومی و نژادی وجود ندارد و همه با لباس یکسان و ساده در مکانی واحد گرد هم می آیند و شعار وحدت و وارستگی سر می دهند. ای پیامبر بگو ای مردم من برای شما یک هشدار دهنده آشکارم بدانید کسانی که به حقایق ایمان آورده و عمل کردی سراسر نیک و پسندیده دارند مغفرت و رزق با ارزشی برایشان مهیاست و کسانی که برای رد و تخریب آیات و نشانهای حق تلاش می کنند بدون شک اهل جهنم بعد سیاسی حج عامل مؤثری برای وحدت صفوف مسلمانان مبارزه با تعصبهای ملی و نجات پرستی و همچنین محدود نشدن در حصار مرزهای جغرافیایی است بعد فرهنگی و اجتماعی ارتباط میان اقشار گوناگون مسلمانان در ایام حج می تواند مؤثرترین عامل تبادل فرهنگی و انتقال افکار باشد. به ویژه اینکه زوار خانه خدا از تمام گروه نژادها ها و زبان هایی که مسلمانان به آن تکلم می کنند می آیند و آنجا جمع می شوند. بدون شک ظالمان گرفتار عداوتی بزرگند تا آنها که دانش عطایشان شده بفهمند که قرآن حق است و از جانب پروردگارت آمده. آنگاه به آن ایمان بیاورند. قلبهایشان تسلیم حق شود و به مقام آرامش برسند بدانید خداوند بزرگ کسانی را که به حقایق ایمان بیاورند به راه راست و درست هدایت می کند حجت الودا. نخستین و آخرین حج پیامبر اسلام که در ماه زلحجه سال دهم هجری برابر با مارس 632 انجام شد حجت الودا نامیده می شود. در روز عرفه این حج دین اسلام از نظر احکام و اعمال تکمیل شد آیا نمی بینی خداوند بزرگ آنچه در زمین وجود دارد در اختیار شما گذاشته است؟ حتی کشتی که در دریا به پیش می روید به امر اوست او با قدرت و قوانین خود آسمان را نگاه داشته که جز به فرمانش بر زمین سقوط نکند پیامبر اسلام در خطبه مشهور روز عرفه مردم را به مهربانی و همدلی تشویق کرد و در بخشی از سخنانش گفت ای مردم سخنم را بشنوید و در آن بیاندیشید بدانید که هر مسلمانی برادر مسلمان است و به راستی که مسلمانان برادرند پس چیزی از اموال برادر حلال نمی شود مگر آنچه به تیب نفس به دیگری داده باشد پس ستم به خویشتن نکنید حریم خونهای شما و اموال شما محترم است و باید حرمت آنها را نگه دارید همانند حرمت امروز در این ماه و در این شهر شما مکه باری خدایتان را ملاقات خواهید کرد و او راجب اعمال شما از شما پرسجو خواهد کرد بنابراین پس از من به قهقرا نروید و گمراه نشوید و گردن یکدیگر را نزنید ای همه کسانی که به حقایق ایمان آورده اید رکوع کنید و به سجده روید و پروردگارتان را عبادت نمایید و همواره اعمال خیر انجام دهید امید آنکه رستگار شوید و در راه خداوند آنگونه که شایسته است جهاد نمایید زیرا او شما را انتخاب کرده است.